جنگ سوریه و دیگر هیچ. جنگی که تا کنون علاوه بر صدها هزار کشته و زخمی و ویرانی های اینچنینی، آوارگی میلیون ها شهروند را نیز به دنبال داشته است. خانه به دوش، داستان زندگی میلیون ها سوری، کابوسی تلخ که بیش از 10 سال از رؤیای کودکان را نیز نقش بر آب کرده. اینجا اردوگاه الهول در شرق سوریه، محل زندگی خانواده های آواره سوری. آنان اکنون وسایل خود را بستند و در حال بازگشت به خانه هستند. خانه ای که اکثرا بر اثر جنگ از دست دادند. در اینجا همه چیز خوب بود و در دسترس، اما کمی ترس وجود داشت. به همین دلیل به زادگاه خودمان برمیگردیم، اما در واقع خانه یا محلی برای زندگی نداریم. برمیگردیم و فقط امیدمان به خداست. و اینجا اردوگاه بردرش در استان دوهوک اقلیم کردستان. به دلیل بی‌ثباتی و عدم امنیت در شمال شرق سوریه، صدها پناهجوی سوری از اول ژانویه تا کنون به اینجا پناه آوردند. به گفته مدیریت این اردوگاه، در طول ماه جاری بیش از 1300 پناهجوی سوری وارد این اردوگاه شدند. ظاهراً اقلیم کردستان با موج جدید پناهجوها روبروه. اولش روزی 15 پناهجو به این اردوگاه می اومدن، اما الان رسیده به روزی 400 پناهجو. این پناهجویان سوری طی چند هفته گذشته به ناچار به صورت غیرقانونی از مرز عبور کردند و به اقلیم کردستان آمدند. بمباران شد و ماندن در آنجا برای ما سخت بود. به همین دلیل خانه و زندگی ایمان را رها کردیم و ناچار به فرار شدیم. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، از آغاز جنگ در سوریه در سال 2011 تا کنون 6,500,000 شهروند سوری ناگزیر به ترک کشور شدند. این در حالی است که بیش از 6 میلیون نفر دیگر در داخل سوریه آواره و بیجا شدند. فرار از مرگ و گرسنگی و تحمل هزینه های جنگ سوریه باریست بر دوش شهروندان آن کشور. شهروندانی که در برافروختن جنگ هیچ نقشی نداشتند، اما گویی سرنوشت محتومشان آوارگی است. جمشید بهرامی،